این 15 حیوان سریع ترین جانوران حیات وحش هستند. وقتی صحبت از چابکی، سرعت و برازندگی به میان می آید، شاید چندین گونه جانوری چه در خشکی و چه در دریاها و اقیانوس‌های دور در ذهنتان تصور کنید. از پرندگان گرفته تا گربه سانانی که بدن، بالها، باله‌ها و پاهای آنها به گونه‌ای تکامل یافتند که بتوانند سریع‌ترین در حیات وحش باشند. و البته این مزیتی است که آنها برای زنده ماندن به آن نیاز دارند. سرعت فرار یک وامبات 25 مایل در ساعت است و این از نظر زیست‌شناسان زیاد به نظر نمی‌رسد. البته این را به خاطر داشته باشید که یک انسان معمولی فقط می‌تواند حدود 10 مایل در ساعت برود. سریع‌ترین فرد شناخته شده در جهان یوسین بولد می‌تواند کمی سریع‌تر از یک وامبات بدود و رکورد سرعت او 27.78 مایل در ساعت است. پس وامبات سرعت کمی ندارد، هرچند شاید میزان سرعت دویدن آن در مقایسه با دیگر حیوانات کم به نظر برسد. در این فیلم 15 حیوان از سریع‌ترین ها را در حیات وحش معرفی می‌کنیم. تا پایان این فیلم همراه ما باشید تا متوجه شوید چرا یوزپلنگ برخلاف تصور عموم مردم سریع‌ترین حیوان روی زمین نیست. قوش تیزپر نه تنها این شکارچی باشکوه سریع‌ترین پرنده در آسمان است، بلکه سریع‌ترین حیوان در حیات وحش است. به طور متوسط یک شاهین با سرعتی بین 40 تا 60 مایل در ساعت پرواز می‌کند، اما می‌تواند به حداکثر سرعت خود یعنی 240 مایل در ساعت برسد که با یک شیرجه مستقیم به دنبال طعمه می‌رود. شاهین تقریباً در هر قاره یافت می‌شود و عمدتاً در نزدیکی مناطق ساحلی زندگی می‌کند. طول بالهای یک قوش بالغ می‌تواند به 4 فوت برسد. این شاهین ها از اردک ها و انواع دیگر پرندگان تغذیه می کنند و می توانند هزاران مایل را در یک روز با استفاده از جریان های باد که همجهت با آنهاست طی کنند. عقاب طلایی عقاب طلایی به دلیل نشانه های رنگی روشن که روی سر و پشت سر دارد اینگونه نامگذاری شده است. هنگامی که به دنبال غذاست می تواند به سرعت 200 مایل در ساعت برسد. این نقاب پرنده ترجیحی برای شاهین بازی است، ورزشی که از قرون وسطا وجود داشته است. عقاب طلایی بینایی منحصر به فردی دارد. در حالی که بهترین دید انسان 20 به 20 است، عقاب‌ها دید 20 به 4 دارند. به این معنی که می‌توانند حتی مسافت‌های دورتر را تا چند فوت ببینند. خفاش مکزیکی این غارنشینان مرموز که به عنوان خفاش‌های گوانو نیز شناخته می‌شوند، قادر به پرواز سریع در مسافت‌های طولانی هستند. حداکثر سرعت آنها 100 مایل در ساعت ثبت شده و بومی آمریکای شمالی و جنوبی هستند. این خفاش‌ها در تعداد بسیار زیاد تا 100 هزار در یک کرونی با هم زندگی می‌کنند و سالانه میلیون‌ها پوند حشره می‌خورند. یکی از بزرگترین مستعمرات را میتوان در تگزاس خارج از سان آنتونیو یافت. بچه خفاش ها یا توله ها هنگام تولد از شیر مادر تغذیه میکنند و به سرعت رشد میکنند. فقط در عرض چند هفته توله ها آماده پرواز به تنهایی و شرکت در رویدادهای طولانی مهاجرت با بزرگسالان هستند. کبوتر چاهی کبوتر چاهی یا همان کبوتر معمولی که بیشتر با این عنوان شناخته شده است، برای طی کردن مسافت‌های طولانی به خوبی مجهز و آماده است و با حداکثر سرعت 97 مایل در ساعت پرواز می‌کند. کبوترهای چاهی امروزه به عنوان حیوانات خانگی اهلی و در گذشته به عنوان کبوترهای حامل که برای انتقال ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گیرند محبوب بودند. کبوترهای چاهی پرندگانی هستند که در همه جا، در پارک ها و مناطق شهری در سراسر جهان یافت می شوند. پرهای خاکستری و نشانه های بنفش مایل به سبز آنها را به راحتی قابل تشخیص می کند. مارلین سیاه سریع ترین ماهی اقیانوس، مارلین سیاه بومی اقیانوس های هند و اقیانوس آرام است. در حین شکار یا در صورت فرار از خطر می تواند با سرعت 82 مایل در ساعت شنا کند. آنها از منقارهای شمشیر مانند متمایز خود برای ناتوان کردن طعمه خود استفاده می کنند. محبوبیت مارلین سیاه در ماهیگیری ورزشی در اعماق دریا آن را در برابر بزرگترین شکارچی و بزرگترین تهدید خود یعنی انسانها آسیب پذیر می کند. آلباتروس آلباتروس پرندهی جذاب است و از زیرباز نشانه خوششانسی دریانوردان محسوب می شود. این پرنده نه تنها طولانی ترین طول بال را در بین پرندگان دارد، بلکه می تواند چندین دهه زندگی کند و سالها بدون توقف در خشکی در اقیانوس سفر کند. این پرندگان حتی می توانند در حین پرواز بخوابند.
حداکثر سرعت آنها به 79 مایل در ساعت میرسد. آنها گوشتخوار هستند و از حس بویایی عالی خود برای شکار کریل و ماهی مرکب استفاده می کنند. یوز پلنگ. این گربه بزرگ و تیز و فرز عنوان سریع ترین حیوان خشکی را یدک می کشد. یوز پلنگ ها در فضاهای باز گسترده دشت ها و علفزارهای آفریقایی می توانند با سرعت 61 مایل در ساعت بدوند. یوز پلنگ ها معمولا دونده های سریع در زمان ها و مسیرهای کوتاه هستند که هنگام ردیابی یک طعمه بالقوه وارد عمل می شوند. اغلب گربه های بزرگ بیشتر شکار و تعقیب خود را در هنگام تاریکی انجام می دهند، اما یوز پلنگ ها شکارچی روز هستند. آنها اغلب به دنبال مکانهایی هستند که کمی از سطح زمین بلندتر است و از مهارت‌های ردیابی بسیار پیشرفته برای دنبال کردن مسیرها استفاده می‌کنند. بادبان ماهی. بادبان ماهی با منقار سوزنی تیز و بادبان غیرقابل انکارش یکی از سریع‌ترین موجودات در آب است که می‌تواند با سرعت 68 مایل در ساعت شنا کند. مانند مارلین سیاه، آنها در مسابقات ماهیگیری ورزشی و کسب غنایم بسیار مورد توجه هستند. آنها شکار و سفر گروهی را ترجیح می‌دهند و بیشتر در اقیانوس اطلس یافت می‌شوند. این امکان وجود دارد که یک بادبان ماهی تا 15 سال در طبیعت زندگی کند. اسب آمریکایی کوارتر. این نژاد که از نوادگان اسب‌های اسپانیایی است، به خاطر سرعت زیاد دویدن برای ورزش اسب سواری بسیار مناسب است. در واقع نام اسب یعنی روب یا کوارتر از مسافت بینی مسابقه آن گرفته شده است که در 1/4 مایل یا کمتر اندازه گیری می شود. آنها با سایر نژادهای اصیل به دلیل این تخصص یعنی دویدن سریع در مسافت‌های کوتاه‌تر متفاوت هستند. سریع‌ترین اسبی که تا به حال ثبت شده با سرعت 55 مایل در ساعت دویده است. اسب‌های کوارتر می‌توانند تا 35 سال عمر کنند، اما حرفه مسابقه‌ای آنها کوتاه‌مدت است و معمولاً بیش از 5 سال طول نمی‌کشد. جدای از مسابقه، آنها به عنوان اسب‌های مزرعه به خوبی کار می‌کنند. شیر نر. شیرهای آفریقایی نوع دیگری از گربه‌های وحشی هستند که می‌توانند به سرعت‌های باور نکردنی دست پیدا کنند. اگرچه آنها استقامت زیادی برای حفظ سرعت در مدت زمان طولانی ندارند، اما می‌توانند در هنگام تعقیب طعمه به سرعت‌های کوتاه 60 مایل در ساعت برسند. شیرهای ماده، شکارچیان گروه، بیشتر در ساعات سحر و غروب شکار می‌کنند. شیرها هر 4 یا 5 روز یک بار غذا می‌خورند و می‌توانند تا 20 پوند گوشت را در یک وعده غذایی مصرف کنند. برخلاف دیگر گربه‌های بزرگ، آنها در گروه‌های بزرگی به نام پراید با هم زندگی می‌کنند. ماهی تن زردباله. ماهی تن زردباله با حداکثر سرعت 47 مایل در ساعت در بیشتر اقیانوس‌های بزرگ جهان یافت می‌شود. این ماهی تن که بیشتر با نام آهی شناخته می‌شود، به شدت صید بیش از حد شده است تا با نیازهای صنعت رستورانداری مطابقت داشته باشد. اگرچه IUCN زمانی آن را به عنوان یک گونه تقریبا در معرض خطر طبقه بندی می کرد، اما اکنون کمترین نگرانی را دارد. با این حال جمعیت زردباله ها به دلیل صید بی‌رویه در حال کاهش است. ماهی تن زردباله در طول سال برای جستجوی غذا و یافتن مناطق زاد و ولد مهاجرت های بسیار طولانی انجام می دهد. کوسه ماکو. کوسه ماکوی در حال انقراض یکی دیگر از حیواناتی است که در فهرست قرمز IUCN قرار دارد. این نوع کوسه می تواند به طول بدن 13 فوت برسد و با سرعت 45 مایل در ساعت شنا کند. این کوسه ها در شنا کردن در اعماق زیاد مهارت دارند، اما آبهای گرمتر، آب و هوای معتدل مانند مناطق استوایی را ترجیح می دهند. کفتار. کفتارها وقتی به دنبال غذای خود هستند در تکابوی جدی می افتند. در یک دویدن کامل آنها با سرعت 40 مایل در ساعت می دوند. این سرعت همچنین زمانی مفید است که آنها باید از شکارچیان اصلی خود یعنی شیرها و انسانها فرار کنند. کفتارها به عنوان حیوانات دست جمعی در گروه های 80 تایی با هم سفر می کنند و معمولا توسط ماده ها هدایت می شوند. آنها مقادیر زیادی گوشت مصرف می کنند و اغلب برای غذا به دنبال همه چیز از پرندگان گرفته تا حیوانات وحشی هستند. کفتارها علاوه بر خنده معروفشان، به خاطر توانایی های خود در جمع آوری و ترجیح غذا خوردن بر روی لاشه های مرده و مرده هایی که قبلا توسط حیوانات دیگر شکار شدند شناخته می شوند. وامبات.
سه گونه وامبات وجود دارد: وامبات جنوبی، شمالی و معمولی، که همگی بومی استرالیا هستند. اگرچه آنها بیشتر وقت خود را برای چرا کردن در علفزارها و بین درخشه‌ها می‌گذرانند، اما در صورت تهدید به جای مبارزه فرار می‌کنند. آنها می‌توانند در هنگام فرار از خطر تا 25 مایل در ساعت بدوند. اژدهای کومودو. در حالی که بسیاری از مردم به اشتباه اژدهای کومودو را یک خزنده کند و تنبل تصور می‌کنند، اما در واقع آنها می توانند تا سرعت 12 مایل در ساعت حرکت کنند. با این حال آنها برای طی کردن مسافت‌های طولانی با این سرعت شناخته شده نیستند. کومودوها تنها به تعداد انگشت شماری در جزایر اندونزی یافت می شوند و بزرگترین مارمولک روی کره زمین محسوب می شوند. آنها با رژیم غذایی از گوشت پرندگان، مارها و جوندگان رشد می کنند، اما گوشت در حال پوسیدگی لاشه را نیز می خورند. کدام ویژگی های بدنی حیوانات را سریع می کنند؟ اگر اندام های بلند تنها راز سریع بودن به عنوان یک حیوان بود، زرافه ها مطمئناً سریع ترین خواهند بود. در واقع سریع بودن مستلزم ترکیبی از سه چیز مهم است. مهم نیست که یک حیوان چقدر بزرگ یا کوچک باشد. داشتن این ویژگی های سگانی ورزشی کلید دستیابی به سرعت بالاست. شماره 1، اندام های بلند. به خصوص پاهای بزرگ یا بلند، بالها و حتی بالها می توانند سرعت حیوان را افزایش دهند. یکی از نمونه ها ماهی بادبانی است که باله پشتی نمادین آن در طول بدنش حدود 10 اینچ است. شماره 2، عضله. از آنجایی که ماهیچه ها می توانند یک حیوان را سنگین کنند، همه حیوانات عضلانی سریع نیستند. برای مثال یک فیل را در نظر بگیرید. با این حال اگر عضله را با اندام‌های بلند و انرژی ترکیب کنید، تحرک مطلوبی خواهید داشت. شماره 3، انرژی. یوزپلنگ‌ها هنگام تعقیب طعمه به میزان باور نکردنی انرژی می‌سوزانند و مطالعات نشان می‌دهد که آنها برای این دویدن‌های سریع استراحت می‌کنند و تا حد ممکن انرژی کمتری را بین تعقیب و گریز اعمال می‌کنند.